شکم را پهنش کنی دشت است و جمعش کنی مشت است. روزی بود و روزگاری بود. روزگار اسکندر بود. کار لشکرکشی و جنگ اسکندر پیش رفت و پیش رفت تا به چین رسید. اما برخلاف انتظار او، نه لشکری در برابرش مقاومت کرد و نه سپاه و فرماندهی به جنگش آمد. خاقان چین که فرمانده بزرگ مردم چین بود، دستور داد اسکندر بدون جنگ و خونریزی به پایتخت برسه. اما اسکندر نمیدونست که در پشت پرده حکایت هایی هست. وقتی اسکندر به پایتخت چین رسید، خاقان چین به استقبالش رفت و او رو با عزت و احترام وارد قصر کرد. شب خاقان چین مهمانی بزرگی رو راه انداخت و همه بزرگان چین رو به اون مهمونی دعوت کرد. از اسکندر و فرماندهان سپاه اون هم خواست که در اون مهمانی شرکت کنند. مهمان ها که اومدند و جمع شدند، بساط شام چیده شد. جلوی هر کدوم از مهمان ها ظرف سرپوشیده‌ای بود که غذای خوشمزه‌ای در آن گذاشته شده بود. وقت خوردن شام شد و همه مهمانان سرپوش غذا را برداشتند و مشغول خوردن شدند. اسکندر و فرماندهان او هم سرپوش ظرف خود را برداشتند. اما در ظرف اونها غذا نبود. تعجب کردند. در ظرف غذای اونها به جای غذا طلا و جواهرات گران قیمت گذاشته شده بود. اسکندر با دیدن طلا و جواهرات شگفت زده شد و رو کرد به خاقان چین و با خنده گفت: متشکرم که به من و فرماندهانم احترام گذاشتید و این جواهرات گرانبها رو به ما هدیه دادید. اما من انتظار داشتم که مثل بقیه برای ما هم شام بیاورید. دلیل این کارتان چیست؟ خاقان چین با آرامش جواب اسکندر رو داد و گفت: من فکر میکردم که اسکندر و فرماندهانش به جای غذا طلا و جواهرات میخورن. به همین دلیل برای شما چنین چیزهایی رو به عنوان شام گذاشتم. اسکندر کمی ناراحت شد و گفت: این چه حرفیست که میزنی؟ تا حالا چه کسی به جای غذا طلا و جواهرات خورده است؟ خاقان چین گفت: اگر طلا و جواهرات نمیخورید، این همه کشورگشایی و جنگ و خونریزی برای چیست؟ اگر پادشاهی کشور کوچک هم باشی، بهترین غذاها را میتوانید بخورید. شکم را پهن کنی، از دشت هم بزرگتر است و جمعش کنی، اندازه یک مشت است. از آن به بعد برای اینکه بگویند برای یک لقمه غذا نباید به در و دیوار زد و باید قناعت داشت، چنین ضرب المثلی را بر زبان می آورد.